به نام یاد خدا سلام بر شما، به خبر شش خوش آمدید. امروز شنبه برابر است با 30 ثور سال 1402 هجری خورشیدی. در آغاز نگاهی داریم به چند سرخط. گشایش کار ساخت بند بخش‌آباد فرا. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم گشایش آغاز کار این بند اطمینان می‌دهد که حکومت سرپرست هر چه زودتر کار ساخت این بند آبگردان و برق را به پایان خواهد رساند. مش باید کوشش در کرده پایان توگه چه پسش کرد که مش در قدم تلالی چه در کمی و باید عباس را تخبار یا در سرکل نوی کلی. انتقاد گروه هفت از نقض حقوق بانوان در افغانستان. هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در بیانیه مشترک خواهان لغو ممنوعیت ها شده و بر مشارکت کامل مردم در حکومت سرپرست و آغاز گفتمان ملی تاکید کرده است. نگرانی هایی که اساس نداشته باشه و شواهد و اسناد وجود نداشته باشه به راستا باید نگرانی هم نباشه. تعیین مهلت تهران به کابل درباره پرداخت حقابه. ایران برای پرداخت حقابهش به افغانستان مهلت یک ماه تعیین کرده است. طالبان آب بود و ندادند. برای دولت جمهوری اسلامی اون وقت حجت تمام است که در این مسئله که جزء حقوق اساسی ملت ایران هست چگونه باید عمل کنه. فکر میکنین چقدر طول بکشه این مشخص بشه؟ اما این باید در طول این یک ماه اتفاق بیفته. احتمال افزایش تولید پنبه در سراسر کشور و سرپیچی عمران خان از تصمیم دادگاه درباره بررسی خانه‌اش. مشروع خبرهای ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز با من سبق سپر. کار ساخت بخش نخست بند بخش‌آباد ولایت فرا آغاز شد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم گشایش آغاز کار این بند اطمینان می‌دهد که حکومت سرپرست هر چه زودتر کار ساخت این بند آبگردان و برق را به پایان خواهد رساند. در همین حال وزارت انرژی و آب می‌گوید که ساخت این بند 430 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. نصیر احمد صالحی از اونجا گزارش می‌دهد. پس از سالها انتظار کار ساخت بند بخش‌آباد فرا کلید می‌خورد. معاون اقتصادی ریاست الوزراء اینجا در مراسم آغاز کار بخش نخست بند بخش‌آباد می‌گوید حکومت سرپرست تلاش می‌ورزد که هر چه زودتر کار ساخت این بند را به پایان برساند. مش باید کوشش در کرده پایان توگه چه پسش کرد که مش در قدم تلالی چه در کمی و باید عباس را تخبار یا در سرکل نوی کلی. از سوی هم ملا عبدالغنی برادر میگوید با آنکه ایالات متحده آمریکا از کشور بیرون شده است اما برخی ها به سود این کشور در افغانستان کار میکنند. آمریکا که در افغانستان و تلیه در ویسیم پسشون نیسته کار و خزمت ورته که پالیت ورته که. وزارت انرژی و آب میگوید در زمینه فراهم شدن بودجه پروژه بند بخش‌آباد حکومت سرپرست نیازمند همکاری مالی مردم است. اوز هم حساب در تخلاص کرده اوز حتی خپل پیسی ور تاویلوی کمپنی بخپل کار کهی انشالله پیو کار که بدا بند مگوتای جوره و پا دی بندی اکتفا نکیجی بند پینزش پر و پازه لری دا اوز دا تونلونو کرده دا کاسی کرده دا سرک دا پخولو کرده دا بغرا و کانالونو کرده. بند بخش‌آباد در چند مرحله با هزینه 430 میلیون دلار ساخته می شود. یک شرکت ساختمانی داخلی به همکاری فنی شرکت های آلمانی و ترکی پیش برده خواهد شد. چندین پاس هستند که پاس اولشان تونل ها هستند. دو دانه تونل به شکل میاری عملا کاراشان جریان داره که تونل ها تقریبا تا دما تکمیل خواهد شدن. بند بخش‌آباد بر فراز فراهرود در ولسوالی بالابلوک فراه ساخته می شود. این بند ظرفیت ذخیره سازی 1360 میلیون متر مکعب آب و تولید 27 میگاوات برق را خواهد داشت.
گروه هفت از نقض حقوق بشر به ویژه ممنوعیت های پسین امارت اسلامی در برابر کار و تحصیل بانوان در افغانستان انتقاد کرده است. هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در بیانیه مشترک خواهان لغو این ممنوعیت ها شده و بر مشارکت کامل مردم در حکومت سرپرست و آغاز گفتمان ملی تاکید کرده است. اما امارت اسلامی میگوید که حقوق بانوان مطابق شریعت اسلامی در کشور رعایت و حکومت فراگیر نیز ایجاد شده است. از سوی هم رئیس جمهور قزاقستان در حاشیه نشست چین آسیای مرکزی بر هماهنگی میان کشورهای منطقه بر ارائه کمک ها به هدف پیشگیری از گسترش بحران بشری و مبارزه با هراس افغانی تاکید کرده است. بنفشه بینش این گزارش را تهیه کرده. هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در پایان نشستشان در ژاپن از حکومت سرپرست خواستند که به تعهدهای خود در برابر مردم افغانستان و جهان عمل کند و به هراس افغانان اجازه ندهد که از خاک افغانستان در برابر دیگر کشورها کار گیرد. این کشورها در بیانیه مشترک خواهان لغو ممنوعیت‌ها در برابر زنان و دختران شده است و از امارت اسلامی خواسته است تا گام‌های عملی را بر آغاز گفتمان ملی با شرکت منادار مردم بردارد. معاملات غیر رسمی که منطقه و جهان با حکومت سرپرست داره، حقوق زنان افغانستان را در اولویت کار خود قرار بدن تا در آینده ما شاهد بازگشایی مکتب‌ها برای زنان شویم. همزمان با این رئیس جمهور قزاقستان در حاشیه نشست چین و آسیای مرکزی بر هماهنگی کشورهای منطقه در امر مبارزه مشترک در برابر هراس افغانی، ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و فراهم کردن کمک‌های بشری به شهروندان کشور تاکید کرده است. ما استفاده کامل از بسترهای گفتگوی گروه تماس را در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و کشورهای همسایه افغانستان برای ایجاد یک موقعیت هماهنگ و جلوگیری از یک فاجعه انسانی در افغانستان ضروری می‌دانیم. این مورد مهم است که به طور مشترک موضوعات مربوط به کمک به ایجاد یک سیستم سیاسی فراگیر در افغانستان را ترویج دهیم. این کشورها بسیار علاقمند با چین هستند که در توسعه نظامی، در امور نظامی، در امور تسلیحاتی با اینا کمک کنند، چون اینا تشویش دارن، نگران هستند از بابت افغانستان. از سوی هم معاون سخنگوی امارت اسلامی همکاری و کمک کشورهای منطقه به افغانستان را می ستاید، اما تاکید می کند که اکنون خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید نیست و حکومت فراگیر در کشور ایجاد شده است. امنیت برقرار است، تمام جغرافیا و قلمرو کشور از سوی امارت اسلامی کنترل میشه و هیچ نوع تهدید، تحرک و گروهی در افغانستان وجود نداره که از خاک افغانستان کشورهای دیگر تهدید بکنن. پس باید نگرانی هایی که اساس نداشته باشه و شواهد و اسناد وجود نداشته باشه، در این راستا باید نگرانی هم نباشه. در این اواخر افغانستان محور گفتگوی کشورهای همسایه و جهان قرار گرفته است. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان نیز در دیدار با نماینده نخست وزیر بریتانیا در امور آسیای جنوبی درباره حل و فصل اوضاع افغانستان گفتگو کرده است. ایران برای پرداخت حقابش به افغانستان مهلت تعیین کرده است. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان میگوید که باید تا یک ماه حکومت سرپرست مسئله حقابه ایران را مشخص کند. حسن کاظمی قمی می افزاید که اگر طالبان خواهان رفتن افغانستان به سوی صلح و ثباتند، باید با همسایگان خود تعامل سازنده داشته باشد. اما امارت اسلامی می گوید که متعهد به پرداخت حقابه ایران مطابق معاهده 1351 هست. گزارش از فرشاد داریاش. در این روزها مسئله آب دریای هلمند تنش‌هایی را میان کابل و ایران برانگیخته است. پس از هشدار رئیس جمهور ایران درباره پرداخت حقابه ایران از افغانستان، اکنون نماینده ویژه‌اش برای حکومت سرپرست افغانستان یک ماه مهلت تعیین کرده است تا مسئله حقابه کشورش مشخص شود. حسن کاظمی قمی خواهان برداشتن گام‌های عملی در این زمینه شده است. طالبان آب بود و ندادند. برای دولت جمهوری اسلامی اون وقت حجت تمام است که در این مسئله که جزء حقوق اساسی ملت ایران هست چگونه باید عمل کنه. فکر میکنین چقدر طول بکشه این مشخص بشه؟ اما این باید در طول این یک ماه اتفاق بیفته. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان میگوید که اگر طالبان خواهان رفتن افغانستان به سوی صلح و ثباتند، باید تعامل سازنده با همسایگان خود داشته باشند. مقامات طالبان میدانند که اگر بخواهند در اون کشور یک حکومت با ثبات قوی
که بردارنده همه نمایندگان مردم باشند و این کشور به سمت ساخت، ثبات، استقلال، تمامیت ارضی و شکوفایی پیش برود، باید یک تعامل سازنده ای رو با همسایگان داشته باشند. همدوز ده وچکاله ای لکبل په هلمند کې د کجکی بند د اوبو خډک شوی نه دی. لدیس خلان دی د کمال خان بند هم تش ولاړ دی. امارت اسلامی میگوید که حکومت سرپرست متحد به تامین حقا به ایران است. اما سخنگوی امارت اسلامی میافزاید که در حال حاضر بیشتر ولایت های کشور با خشکسالی روبروست و سطح آب نیز در بندها کاهش یافته است. آب در اون سطح نیست که به ایران برسه. در افغانستان هم خشکسالی است. تمام مملکت مال هم سطح آب بسیار پایان است. شما در هلمند، بادغیس، نیمروز، در ولایت های مختلف میبینید مردم برای نوشیدن آب معالم ندارد. ایران در حال بر تامین حقابش تاکید دارد که کشاورزان و باشندگان هلمند به کمبود آب روبرو هستند و خشکسالی ها زمین های کشاورزان این ولایت را زیان رسانده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که به تازگی حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران به حبس مبدل شده. سخنگوی این وزارت میافزاید که از میان 6000 زندانی افغانستان در ایران تا اکنون 2000 تن آن آزاد و به کشور برگشتند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند که برای جلوگیری شهروندان کشور به بیرون نیاز است زمینه کار به مردم فراهم شود. میترا مجیدی جزئیات میدهد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که به تازگی حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران به حبس تخفیف یافته است و این افراد به حکومت سرپرست تحویل داده شدند. سخنگوی این وزارت می افزاید که امارت اسلامی برای رسیدگی به پرونده های زندانیان افغان در ایران کمیته را تشکیل داده است. بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از میان 6000 زندانی افغانستان تا اکنون بیش از 2000 تن آنان آزاد و به کشور برگشتند. مهاجرون و راستنیدونکو چارو وزارت هم دغه کمیټه یو عضو ده. دغه کمیټه په هلو ځلو باندې تر اوسه پورې له 2000 نه زیات افغان بندیان له ایران هیواد څخه آزاد شوي دي او خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې 200 هغه افغانان چې هغوی په ایران کې په اعدام باندې محکوم و د هغوی اعدام په حبس باندې بدل شوی دی او دلته افغانستان ته انتقال شوی دی. در همین حال برخی از آگاهان مسائل مهاجران میگویند که برای برطرف شدن چالش‌های مهاجرین امارت اسلامی باید زمینه کار را به مردم فراهم کند. با وجود اینکه نزدیک به 6000 زندانی افغان در زندان‌های ایران به سر می‌برند، اما توافقات صورت گرفته فقط روی تعدادی از این پرونده‌ها بوده است. اول باید په افغانستان کې دنن افغانان ته کار پیدا شي. کله چې افغانان په خپل کور کې کار ولري، په خپل وطن کې کار ولري، بل وطن ته نه ځي، بیا هم یعنی باید پر اقتصاد باندې کار وسی چې اقتصاد بهتر شي. بر بنیاد آمارهای وزیر خارجه ایران، شمار مهاجران افغانستان در ایران به بیش از 5 میلیون تن می رسد. پیش از این، یک نهاد حقوق بشری ایران گفته است که در 5 ماه گذشته، 7 مهاجر افغانستان در ایران اعدام شدند. با آنکه 5 ماه از ممنوعیت تحصیل دانشجویان دختر می گذرد، اما تا هنوز دروازه دانشگاه ها بر روی دختران باز نشده است. فاطمه ادیب. فرشته صنف اول دانشکده طب ابن سینا است و 5 ماه می شود که اجازه رفتن به دانشگاه را ندارد. می گوید که پس از ممنوعیت دختران از دانشگاه دچار افسردگی شده است. 15 میاشتی پرش ولی چی مخپنتون دنجونو مخ بندی. سیده بیخی افسردگی پیدا شوی در طول انجونو تا بیخی به هدف شوی دیزه خپل دومره به هدف هم دومره به هدف چیز اندازه نلیری. همزمان با این برخی از دانشجویان دختر میگویند که تحصیل حق مسلم دختران است و امارت اسلامی باید هرچه زودتر دانشگاه ها را برای دختران باز کند. 5 ماه شد که ما از رفتن به پانتونا منع شدیم و خواستم از امارت اسلامی هست که به آسانی ما را از جامعه حذف نسازند. خواستم از امارت اسلامی و حکومت ای است که هرچه زودتر مکاتب دانشگاه ها و مراکز آموزشی را برای دختران باز نگاه کند تا ما هم بتانیم از حق مسلم تحصیل خود استفاده کنیم. از سوی هم برخی از استادان دانشگاه حضور دختران را در دانشگاه ها برای پیشرفت جامعه یک نیاز جدی می دانند. نیاز شدید است به آموزش، نیاز شدید است به باز شدن درهای مکاتب، پوهنتون ها، مدارس
خصوصا در این مقطع زمان که ما نیاز داریم که با جهان همگام شویم. په افغانستان کې 15 درش خصوصي پانتونو نور ځکر موسو پریکړه کړې ده چې نور د دې توانایي نه لري خپل ادارې مختبوزي، نو دوی پرلپسې پانتون تړل کیږي. پیش از این امارت اسلامی گفته است که حکومت سرپرست در این باره کار میکند. ارگانهای مربوط که در این راستا کار میکنند امید است که آنهای مسئله زود حل کنند و راه حل پیدا شود. و واقعا یک مشکل هست، باید حل کرده و اطفال ما از علم و دانش آگاهی پیدا کنند و زمینه سازی شود. این در حال است که بیش از 5 ماه می شود که دختران دانشجو از رفتن به دانشگاه ها محروم شدند، اما تا هنوز از سوی حکومت سرپرست در این باره تصمیم گرفته نشده است. به ادامه خبر 6 باز هم خوش آمدید. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از افزایش تولیدات پنبه در سراسر کشور خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که وضعیت بارندگی در سال روان بهتر بود و به همین دلیل تولیدات پنبه نسبت به سال پار افزایش خواهد یافت. همزمان با این، شماری از فروشندگان پنبه در کابل از کاهش بازار این فرآورده کشور نگران هستند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیش بینی می کند که در سال روان هجری خورشیدی میزان تولید پنبه در کشور افزایش خواهد یافت. به باور سخنگوی این وزارت، ممنوع شدن کشت کوکنار، افزایش بارندگی ها و ترویج برنامه های آموزشی از دلیل های عمده احتمال افزایش میزان تولید پنبه در سال روان هجری خورشیدی شمرده می شوند. به اکثر ولایتونو که سرکال مر ورشتونم درلوده، نو موږ اټکل دادی چې په روان کال کې به تر 401 کال د تعداد نور هم زیات وي. عبدالرازق از 30 سال به این سو در شهر کابل مصروف فروش پنبه است. میگوید که به دلیل کاهش بازار پنبه با چالش های زیاد اقتصادی روبرو شده است. کار خود تقریبا شاید از 30 سال زیادتر شود. کار دیگه سابق خوب بود، حال و قدر مزن فامیل 11 نفر است امتداد فامیل ما. کار امسال خوی یکی مزهش نیست. سابق فروشات زیاد بود، کار بود، بار بود، کل چیز بود، حال بسیار کم شده دیگه. فکر کنم 50% شده کارش، کمتر. در همین حال شمار از کشاورزان جوزجان میگویند که از کشت کوکنار به کشت پنبه رو آوردند. این کشاورزان از امارت اسلامی میخواهند که در بخش کشاورزی به آنان کمک کند. ما 6 جریب پخته کشت کردیم. ایرا با حساب که اگه کوکنار کشت میکردیم واسطه خیلی واسطه زیاد میشد و حرام است. به اسلام را گفته که حرام است. دولت با ما مردم توجه کنه، تخم اصلاح شده با بیکوت کیمیایی بر ما مردم بیتر روزگار ما مردم یک ذره پیش برود. بر بنیاد آمارهای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در سال 1401 هجری خورشیدی از زمینهای کشاورزی کشور 72 هزار تن پنبه به دست آمده است. به همین ترتیب در اینجا رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهتان سپاسگزارم. شب روز بخیر. خدا نگهدار.